انتظارا به پایان رسید. بالاخره ای فوتبال 24. سلام و درود خدا برای شما. امروز اومدیم با PS 24 یا همون ای فوتبال 24. الان که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم برای شما 15 شهریوره و امروز آپدیت ای فوتبال 24 برای کنسول و پی سی منتشر شده. دیروز که میشده 14 شهریور واسه موبایل عرضه شد اولا، و اینکه الان همونطوری که مشاهده میکنید اومدیم بریم بررسیش بکنیم واسه ببینیم چجوریه چجوری نیست. یه سری اطلاعات من یادداشت کردم در ادامه ویدیو بهتون میگم، و آیا مثل لگو بیکام دیدین توی این نسخه اضافه شده یا نه. اولش حتما ویدیو رو لایک کنید که لایکاتون به من و ویدیو خیلی کمک میکنه. دمتون گرم، بریم سراغ ویدیو. آقا من همین الان اومدم تو بازی و اینم بهتون بگم که بازی واسش آنتی چیت نصب شده، خدا رو شکر. یعنی دقیقاً نمیدونم اونایی فیفا بازم میدونن، قبل از اینکه بری تو فیفا یه دونه آنتی چیت هستش بهتون نشون داده میشه که اون باعث میشه که از چیت زدن جلوگیری بکنه. به 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 به، منو کاملا قشنگ شده، قشنگ. ببین طرح آیکوناشون که دقیقا همون آیکونای قبله، منتها رنگی بندی و خیلی قشنگ کردن، از گرادینتای باحال استفاده کردن. و ببینم دیگه چطوری شده. ببین خیلی خفن شده، بخش منو خیلی قشنگ شده. از ببین منو رو من از 20-20 میدم خدا شاده، تا همینجاش اصلا، تا جایی نرودیم همینجاش. بعد داداش گفتم میای شما میگی که من رفتم تو بازی نمیتونم بازی بکنم، بازی تو بریکه، بریک یعنی در تنظیماته، و شما فردا که 16 شهریور میتونی تازه بازی بکنی آنلاین ببینی چه جوریه. در ادامه خبر رو باید بهتون بگم که کلا تیم پلی استایل از بازی حذف شده و شما حتی توی گیم پلنتون هم دیگه تیم پلی استایل رو مشاهده نمی‌کنید. توی تنظیمات هم که بریم برای ارتقا دادن بازیکناتون، اونجا هم تیم پلی استایل حذف شده و دیگه نمیتونی ایکس پی برای بالا بردن تیم پلی استایل بازیکناتون بدین. فقط اینجا من یه سوال دارم، تکلیف ایکس پی هایی که ما پلیر قدیمی دادیم به تیم پلی استایل چی میشه؟ از یه ذره گشتم فهمیدم مثل اینجا کارت الکساندر آرنولد، ندوید، رودیگر و یه سری از بازیکنای من دیدم که یه چند تا پوینت بهشون اضافه شده و این پوینت ها دقیقاً همون چیزایی ان که شما به خاطر تیم پلی استایل دادین و اینجا روی یک سری از کارتاتون به صورت رندوم که دلیل خاصی هم نداره اضافه میشه. شاید واسه یه کارتتون 4 تا، واسه یکی 2 تا، یا شاید هم واسه یکی یه دونه اضافه بشه، یا شاید هم کلا اضافه نشه. هیچ دلیل و منطقی پشتش نیست. و زمانی که همتون وارد بازی میشین، بازی بهتون 2 تا قرعه رایگان از این پک قشنگو بهتون میده که کارتاش به شدت قشنگ و زیبا طراحی شدن، که امیدوارم شانستون خوب باشه و بتونید کاسمیرو رو بگیرید. ببین از هیچ کدوم از قسمت شما نمیتونید استفاده بکنید به جز قسمت آفلاین، چه ما فقط میتونیم آفلاین رو فعلا ببینیم و بخش آنلاین هم واسهتون میذارم. بخش ایونت که هیچی، فرند مچ هم هیچی، میریم تو قسمت تریال مچ. او فقط تیمای لایسنس رو میاره، از هر لیگ فقط تیمای لایسنس رو فعلا میشه بازی کرد. مثل اینکه بله منو خدا وکیلی خوب شد، منو خوبه، ولی من با منو کاری ندارم. شرمندمون کردی پرتغال لایسنس کردی، از پرتغال برمیاد. ببینم بخش استادیوم، بخش استادیوم که استادیوم های فراوان داریم، اما بهترین استادیوم استادیوم امارات. یعنی این استادیوم خدای نورپردازی اوکیه. ببین نگاه کن، میخوام چمن رو یه مقدار بلند کنم ببینم تو کیفیتش تغییری کرده. فقط 5 دقیقه و 10 دقیقه بازی، بقیه چیزای بازی یعنی تو 30 دقیقه اینا بازی نمیتونیم بکنیم، فقط 5 دقیقه و 10 دقیقه. به به، بخش زیبای کار اینجاست که اومدن انگیراتون باشه توی قسمت فیفا 23، تو این قسمت اصلا زمینم حتی آبی بود و الان چیکار کردن؟ اومدن آقا بهترین کارو کردن، اومدین زمینو حداقل چمن گذاشتین. دمتون گرم. و به نظرم کلا منو زیبا شده، سه بار گفت. تاکتیک ماکتیک چی اضافه شده؟ مثل اینکه یه سری چیزا توی تاکتیک ها اضافه شده بود، مثل آفرین مارک کردن و اینا، مثل اینکه یه چیزی صحبت کرده بودن راجبش، حالا بهتون میگم. ببین تا اینجا این کار چیز خیلی خاصی عوض نشده، در همین حده. اما گیم پلی مود شروع شد سریع. به به، بعد شروع میشود. ببینم بعد از این یه مدتی که ما بازی نکردیم، خدایی ببینم این همه توضیح دادین، گفتین طبق صحبت های کاربرا ما اومدیم تنظیمات رو درست کردیم، گرافیکو یه مقدار بهبود بخشیدیم، چی شده؟ ببین یه مقدار به نظرم گیج زدن بازیکن ها کمتر شده، چیزی که من احساس میکنم یه مقدار گیج زدن بازیکن ها کمتر شده و یه کم طبیعی تر شده بخشش. یه مقدار بازیکن ها زیاد گیج نمیزنن، یا اگه یادتون باشه مثلا توپر وقتی سری پاس میدادی این نگاه یه استوب خیلی بدی میکرد، الان میبینی چقدر قشنگ توپو گرفت استوبش کرد. مثلا الان اینجا سری توپو نمیندازه جلو، اگر حتی با یعنی قوی ترین حالت هم بهش پاس بدی نکن توپو خیلی از خودش جدا نمیکنه، گمش کنار داور. این نکته باحالی بود. من حالا یه ذره دیگه هم بازی میکنم، با هم دیگه گیم پلی رو ببینیم، شما هم یه ذره احساس کنین اون کیفیت گیم پلی رو، که ببینین اگه نقدی دارین واقعا بنویسین توی کامنت که چی باید بهتر میشد. به نظرم گرافیک خیلی جا داشت بهتر بشه. الان میریم دونه دونه چهره بازیکن هم از نزدیک میبینیم، چه لایسنس چه بدون لایسنس، میریم میبینیم با هم دیگه که داستانش چطوریه. ولی خدای به نظرم پاسشون خیلی بهتر شده، روون بودن گیم پلی جدی بهتر شده. یعنی
5 دقیقه 2 دقیقه بازی رو بازی کنین، گیم پلیشو روون بودن گیم پلیو قشنگ احساس میکنین. چیزی که الان بازی گفته من رو صفحه واسهتون میذارم نوشته که حجم بازی کمتر شده، گرافیک های بازی خیلی بهتر از قبل شده و جزئیات بیشتری هم اضافه شده. الان ما باید بریم دونه دونه چک بکنیم که جزئیات بازی رو ببینیم و چیزی که هست، خود بازی گفته که بازیکنایی که کیکینگ پاور بالایی دارن شوت های سریعتری میزنن، یعنی مثل رونالدو. حالا ما بعد رونالدو تست بکنیم ببینیم که داستانش چطوریه، رونالدو اگه بخواد مثلا استانینگ شات بزنه یا شوت عادی چطوریه. و ببین چیزی که خیلی توی به نظرم این بازی خوب شده فرمانبرداری بازیکناست. یعنی اگه شما قبلا بودی مثلا نکن، قبلا ما وقتی بازیکن رو سلکت می‌کردیم مثلا الان اوتاویو می‌بردمش چپ، یه ذره با دیلی میرفت چپ، یه ذره یه جوری بود. خلاصه الان چیزی که هستش سری اون کاری که می‌خواین رو انجام میده، سری تغییر جهت میده، سری میره اون کاری که باید بکنه رو می‌کنه. همسیار اینش خیلی خوبه، اینشو خیلی دوست دارم. ببین اینجا فیس گابریل جسوسه. الان این دو تا تیمی هستن که لایسنسن، باید بهترین فیسا رو داشته باشن. فیس جسوس اوکی، ولی به نظر من یه مقداری تکسچر مو اینا یه ذره میتونست خیلی بهتر بشه، مثلا خیلی جاداش گرافیک بالاتر بره. توپ جدید بازیه، تکسچر مو میتونست خدایی بهتر بشه. گاب کانسلو هم اوکیه، نونومندز اوکیه، برون اوکی، برون دقیقاً همون فیسش دیگه، آپدیت یعنی تغییری که خب خودش هم نکرد. فیس لیاو خیلی خفنه، موهاشو ببینم یه دست تکون میخوره. اینکه موهای لیاو هم تکون میخوره خدای باحاله. و فیس کریستیانو رونالدو، یعنی بدترین چیزی که توی بازی هست و هنوز درست نشده دست بازیکن، دست بازیکن از اینجا تا اینجا واسه همه شبیه همه. حجم رونالدو دستشو نگاه کن، حالا دست لیاو رو نگاه کن، اینقدر ساعت داره. فعلا چیزی که من میخواستم ببینم کیفیت تماشاچیه، و به نظرم خدا وکیلی جدی کیفیت تماشاچیه واقعا بالا رفت. قشنگ کیفیت تماشاچیه رو احساس میکنی 3D با کیفیته. فقط کیفیت چمن به نظرم یه مقداری میتونست بازم بهتر بشه. یعنی الان شما چمن رو نگاه کن، چمن اوکی، تازه فکر کنم من گذاشتم چمن رو بلند، یه همچین حالتی داره، خیلی مثل موکته. چیزی که بازی گفته انیمیشن های جدید واسه شوت و بلاک اضافه شده. و ببین بزرگترین مشکلی که بازی رفعش کرد و توی PS21 به شدت اذیت میکرد و من سرش جیر میخوردم توی ویدیوها و چند بارم بهتون گفته بودم، این بود که آقا ما توپو فرستادیم بازیکن تو آفساید، بازیکنمو نمیبرم سمت توپ، دفاع یارو توپ رو میگیره بعد آفساید میشه واسه من، در صورتی که من اصلا سمت توپ یارو نرفتم. اینو گرفتن درستش کردن، بارو کلا انیمیشن های بازیکن ها رو هم دیگه میبینیم دستاشون خیلی همه حجیم، همه هم کت باز میان تو، نگاه کن دستا همه میبینم بازی رو حالت های، یعنی بالاترین کیفیتی که میتونه بده. منتهای کار اینکه جای خوب کفش های بازیکن رو زمین میمونه که باید بمونه. من یه ذره با سایه بازیکن ها مشکل دارم، سایه بازیکن ها نباید یه مقدار محو باشن روی زمین، وقتی که خورشید میتابه باید سایه سخت باشه، یعنی سایه چطوری بهت بگم. اوه دمش گرم، چه باحال شد بازی، یه ذره دروازه‌بان باهوش‌تر میزنه. واسه برون آفساید، تو آفساید، نه اوکیه، نه اوکیه، دیدی همین الان این حرکت رو انجام دادم و آفساید نگرفت. بله بعد بازی چیزی که هستش این صحنه اضافه شده که بازیکن ها میان مصاحبه میکنن، یه ذره مصاحبهش فرق کرده حالتش، اگه ببینیم مثلا با چند تا دوربین انگار دارم میگیرم و یه حالت جدیدی داره. آخر بازی بهترین بازیکن زمین این حرکت رو میاد انجام میده، بودش سری پیش هم ولی یه ذره تفاوت کرده. الان میخوام برم سراغ بایرن مونیخ و بارسلونا توی زمین آلیانز ببینم که چه دوری داستان. مانه رفت عربستان جام هم برد، حالا هنوز اینجاست، لوکاس هرناندز هم هنوز اینجاست ولی رفته PSG. این استراکشن ها که میای تو بخش اتک یه گزینه داشتیم به جز دیفنس و انکرینگ به اسم یه چیز دیگه بود، اتکینگ نبود، اون اسمش عوض شده مثل اینکه به اتکینگ، دقیقا همون کار رو میکنه احتمال زیاد. با هر بازیکنی رو انتخاب بکنین از هاف بک به عقب رو توی اتکتون اضافه میشه به جلو، این بود فقط اسمش عوض شده. حالا بریم توی هایلایتش، نمیخوام هایلایت رو رد بکنم، ببینم مثلا هایلایتی داره قبل از شروع بازی نداره، که نداره اصلا قبل شروع بازی چرا هایلایت نداره واقعا نمیدونم، قبلا داشت حداقل از تو رخکن آقا میومدن تو. اما اصل کار میدونی چی، اصل کار اینه که سرورها درست شده بود، درست شده باشه، نمیدونم که سرورها درست شده نشده چه پاسی هم داد کثافت. اگه سرورها درست شده باشه مثل قبل نباشه خیلی بازی میتونه پیشرفت بکنه توی این نسخه. اما مشکل بزرگش همچنان اینه که گرافیکش رفت نشده، ولی گیم پلی به نظرم خیلی سردر از گرافیکه،
جدی معلومه این. من نمیدونم آقا یه لحظه چرا همون صحنه الان شادی گل رو دیدی لواندوسکی که بعدش اومد رو سرمربی، چرا سرمربیای واقعی نیستن کنار زمین مثل فیفا؟ سرمربیاشو شناخته شدن دیگه، شما اصلا این دو تا تیم لایسنس ای فوتبالن، خب چرا نه بعد سرمربیاشون باشن؟ آقا اومدیم روی کاشی، میخوام ببینم کاشی چطوریا شده، ببینم ما کیمیش بزنیم چی میشه. خدای گل نمیشود یا نه؟ این کاشی زیبا توی دروازه نمیره. آن شوتو بزن ای برون پدرت. اوه حاجی یه مقدار بازی سخت نشده؟ شما که دارین بازی کردین، یعنی این نسخه رو میخوام بدونم که این بازی آیا به نظرتون سخت شده یا نه، چون به نظر من سخت شده یه مقداری. جان پاسکاری رو بین شما را بنداز سمت چپ رو. بازیکنای ما گنبری دلها، یه دونه دبل تاچ، یه چوت دهن سرویس ها، توپ رو بدین دیگه دهن تو سرویس. چه سری هم حاجی سوپر استار ای فوتبال لجند پسه، جدی میگم. ببین قبلا بازیکن رو سلکت میکردی تو نسخه پیش اینجوری نمیومد انقدر چریک بچسبه تو پس 21 اینجوری بود، ولی اینجا اینجوری نبود. ببین قشنگ میگیرتش. یک کورنر دیگه بلند، حالا این بار گل. شادی گلاشون رو ببینم، ببین شادی گلاشون که دقیقاً شادی گلای پس 21 که حالا اینا اوکی باز دوباره، ولی فیزیک بازیکن‌ها باید شخصی سازی بکنم فیزیک و استایل بازیکن‌ها رو، وقتی تو لایسنس. یه دو دقیقه وایسا یه بازی دیگه من میکنم ترکیب میچینم، میخوام واقعا تست کنم. اینم بخش جدید کار که همی اسپانسر همون پشت سر اسپاتیفای هم که اسپانسر بازی شده درسته، الکی نه پس لوگوشو الکی بذار. این بخششو دوست دارم، این بخشو دوست دارم، ولی هایلایت قبل بازی رو چرا اضافه نکردن نمیدونم. حاجی اون بالا هم تو زمین که اون بالا اون زمینه رو میبینید کنار اورالش دیگه، اونجا هم خدا رو شکر آبی نیست، این خیلی قشنگ شده. بهترین ترکیب همو چیزم ازشون ببازم، واقعا این قوی شدن. او سر توپ چه قشنگ زد، سر توپ دیدی؟ ای پدر و مادر، من دارم بازیشون رو طبق پس 21 میخونم، اون حرکتایی که میخوام و انجام نمیدن تو جای مختلف زمین، دقیقا دارم برعکس اون چیزی که من فکر میکنم و انجام میدن. سرعتو نکن جوری راه میره، نکن جوری راه میره که تو توپ رو ازش نگیری. این رو حالت لجند به خدا همچین کارایی میکنن. عمرن دستونو بر بالا ببینم، بکش بزن. برو AI بازی جدی قوی شده، یعنی انقدری قوی شده که من اصلا نتونستم بجز کورنر بهشون گلی بزنم و راهکارهایی که تو پس 21 انجام میدیم واسه گل زدن اینجا جواب نمیده، باید کار کنین توش، راه گل زدن رو توی این بازی به خصوص پیدا بکنید. میدونم که از این ویدیو لذت برده باشید، ولی به نظر من گیم پلی خیلی خوب شده، منو عالی، اما همچنان گرافیک ضعیف. سرورهاشم تست کنم در ویدیوهای آینده، همراه باشید، لایکتون رو خدا نگهدار.